یعنی خودتون. آها یعنی می‌خواستیم یه قسمتی بگیم که بچه‌ها رو بتونیم کنترل کنیم، باید از میلاد اپیزودو شروع کنیم. نه از میلاد که خب به هر حال از خوده، ولی خب دیگه از اپیزود بشه بعد دکمه ضبط رو بزنیم که بچه‌ها بتونن خودشون کنترل کنن، چون نمی‌زدم دکمه ضبط رو بچه‌ها تا یک ساعت دیگه شروع می‌کردن چه شعر بگن. موافقت که سر این قضیه همه میرفتیم زندان امروز؟ 100% دیپورت میشدید. البته ماها که نه، ولی خب شما هم میشید، شما هم دیپورت میشید. این میکروفون قطع توف شما بود. آقا در خشک هستن، هیچی ندارم. خب پس چیز دیگه ایه، بدتره. اینه که بده. سلام، چه خبر؟ خوبید؟ خوشید؟ خوشگه هستید اصلا؟ خیلی خوشی. درد داریم از خوشی. زعفران خورده بودیم صبح. واقعا قوی بود صحبت قبل اپیزود، ولی نمیتونیم بگیم. یعنی بعد از چهارشنبه و مثلا اپیزودهای یعنی احساس میکنم که بچه ها بعد از اپیزودهای فاخر نیاز دارن خودشون رو تخلیه کنن. میان اینجا مثلا یه سری چیزها رو میگن که واقعا در شأن هیچ کس نیست. بالا پایین قضیه رو باید ببینیم دیگه، بعد میری دیپ میشی و پایین قضیه رو میبینی، بعد میای من میای رو زیرگیر قضیه رو میبینی و میای. چه خبر فرض تو هفته چطور بوده؟ هفته خوب و خیلی شلوغی بوده. یعنی به خودت داشتم میگفتم فکر کنم سه شنبه چهار شنبه انقدر شلوغ بود، کارهای مختلف، بعدم هی ایجاد میشد. مثلا میرفتم رو واتساپ، دو نفری یهو یه مسیج دادن، یه کاری هم اونا پیش برام جور کرده بودن. همینطور کارها زیاد احساس میکنم. بعد از چون میتونی بگی اگه گفتی اهل کار، ببین کارهای مختلف، مثلا اینجا یه کمکی بده، اونجا مثلا یه کاری بکن، یه دست اینجا برسون. آره خیری هستی، دستش به کار خیر فرض. فقط محبت نه، اتفاقا خوبم نیست. مثلا اون بعد یکم یاد بگیرم که بگم نه. آخ نه، و خیلی مهمه چون مثلا نه بگی بتونید کلن بگید نظرتو بگی. آره. مثلا چهارشنبه یه کارهای خودم اینا که تموم شد دیگه، مثلا ساعت 8 بازی میتینگی داشتم برای میگم از اون کارا، بعد واقعا خسته بودم از اون کارا، یعنی خیلی انرژی نیاز داشتم. رفتم یه قهوه ساعت 7 اینا خوردم، اشتباه محض. بعد اون شب تا 3 نتونستم بخوام قهوه کیکین کرده بود، نمیذاشت. چی میخوابی با قهوه؟ آره آره دیدم از این آدم بیشتر خوابم میگیره با قهوه تا بخوام. صبح که میزنی؟ صبح که آره کلن قهوه فقط به خاطر مزه تلخ و بدش میزنم که اون منو بیشتر. بایوی اینستاگرامتون چیه؟ چطور؟ کافی لاور نیست احیانا؟ نه مورنینگش. اگه من اونو گذاشتم حتما منو بلاک کن. کافی لاور چون این طعم قهوه رو دوست دارم رو همیشه. چند روز پیش از این سمت نورتفن داشتیم میرفتیم به سمت وست، توی اتوبان اصلی حالا این شهری که داریم، هایوی وان معروفه، یه هایوی دارن هایوی وان دیگه. نه پر هایوی، چند هایوی دیگه داری اصلی هست دیگه این، خب شاهراهه. بعد من همینجوری که داشتم میرفتم به سمت غرب، دیدم که اون لاینه اون طرف یه سمت شرق، یاد سپر افتادم با فری میگفت که آره. بعد متوجه شدم اون ور یه تصادفی شده خیلی تازه، مثلا شاید 2 دقیقه یا کمتر اون اتفاق افتاده بود، تازه داشت ترافیک میشد اینا، من دیدم. بعد خب ما داشتیم میرفتیم، یه دفعه همه توی سمتی که ما داشتیم زدن رو ترمز بعد، و در حد این که همه بزنیم به هم ببینن چی داره. من فکر کردم اینه، خب خدا، گفتم چجوری حالا این برم یه تصادفی که گرد مثلا. بعد نگو یه آقای پلیس خنگ داشته میرفته این صحنه اون برو دیده، میخواسته مثلا اتند کنه اون برو، یه ها تصمیم گرفته که وسط اتوبان قیچی کنه، اینطوری از وسط بندازه بره اونور مثلا رسیدگی کنه، که داشت باعث میشد مثلا 10 تا ماشین اینور بزنه به هم. من نمیدونم چی توم کیکین کرده،
من سریال نارم که میبینم شیشه رو کشیدم پایین. خب یه دستم رو فرمون بود اینا، یه لحظه قاطی کردم اونجا، میخواستم یه انگشت چیز کنم، انگشت چیز دادم بهش، تامزاب دادم، میخواست بیلاخ بهش بده. آره فکر کنم سویچ کردم روی قدیم ایران، اومد به یارو بیلاخ بده. مهتاب اینطوره بود که تشویقش کردی؟ گفتم نه اشتباه گفتم. نه برگردیم پس بگیر. بگو چرا به پلیس حالا چیز کردی؟ گفتم من دارم وایر میبینم اینا که اوکیه. آره شما اون کلاسه انگر منیجمنت تو قرار بود با ایمان بری؟ نه خدایی من رود ریج دارم، ولی واقعا پلیس داشت باعث میشد آخه تصادف کنی، ولی اون شست شما جلو تصادف گرفت. بله ببین خب خالی شی. نه این راست گفته، اینو بعد یه جوری بعد این خشم خودش رو بروز میداد دیگه. حالا به نحو خودش فوش ندادی مثل وایر؟ دیدی پلیس میاد فوش میدن به اول آخر؟ خیلی خوبه اون. ببین من چیز میکنم، من جدیدم واقعا رود ریج دارم، یعنی اصلا یکی میپیچه جلوم یا اصلا یکی حماقت میکنه میکشم این سینه فوش. میدونی که چرا؟ از کجا میاد؟ از بچگی. آره نه ولی چیزه میفهممت، من تو رو درک میکنم، چون پلیس آخه باید این کار. یه کار دیگه هم که میکنم مثلا برای من منطقی نیست، پلیس هایی که نه به تو خندم میره به پلیس هایی که بزن تو گوشم نه بهش لایک، مثلا دنبال دوز میفتن توی حالا باز تو خیابون اینا، کمتر تو اینجا اتفاق میفته ولی آمریکا بیشتره، ویدیوهاشو میبینیم مثلا با سرعت مثلا پلیس چیسا، خیلی احتمال داره که تو این چیس یه اتفاق دیگه برای سری دیگه بیفته. آره. مثلا تصادفای دیگه بشه بزنم بذار بره دیگه. چه یه سری چیز هست، یه سری کاستش به نظرم خیلی زیادتره این کار، یه سری استان هست توی آمریکا که چیس لا نداره اصلا. آره حق نداری چیس کنی، پلیس اگه فرار کرد فرار کرد. منطقی میتونه باشه، ولی بره فرار کنه چند نفر دیگر بکشه بعد. بعد یه سری دارن که چیسلا ندارن برای موتور. آره موتور واقعا میمیره یارو، آخه نمیتونه نمیرسن بهش اصلا، نمیرسه پلیس هیچ عنوان نمیرسه به اون موتور. خب حالا یارو یعنی موتور 600 هم بشه باشه بهش نمیرسه، اگه بلد باشه برونه موتور رو هیچ وقت بهش نمیرسه. چرخ جلو رو بلند میکنه، یا علی فعلا خدا نگهدار، فعلا خدا حافظ. ما رفتیم. آره هفته خیلی شلوغی داشته. بله. کلا احساس میکنم بعد از این تعطیلی‌ها و اینا توی کانادا خیلی شلوغ میشه همه چی. این هفته هم 4 روز تعطیل بود، جمعه شنبه شنبه دوشنبه هم تعطیل بودن بعضی جاها، خیلی از کارهای در واقع غیر دولتی هم من دیدم که تعطیلن. هر کسی به ما رسید تعطیل کرد، یعنی ما با هر کی کار داشتیم اونا تعطیل کرده بودن. چیزه خدایا چی می‌خواستم بگم، آره خیلی شلوغ میشه، هم خیابونا هم مثلا مغازه ها، جمعه ها خونه میشه، جمعه ها رو باید حذر کنی. چی؟ جمعه ها نه میگم بعد از تعطیلی ها، یعنی آره. سه شنبه و چهار شنبه هم واقعا شلوغ بود همه جا. آره ولی روزایی که تعطیله چقدر خوبه، ترافیک نیست فرقی، چقدر داره ترافیک میشه. تو که اصلا احساس نمی‌کنی دیگه، اصلا نمی‌فهمم. عالیه. نه ما حالا ما بیرون هم نریم میبینیم، یعنی به خاطر اینکه هایوی ها بر خونه است. بله چون نبض شهر دستتونه. نه یه تیکه است فقط خونه من که باز فقط همون یه تیکه است از دیدش. خیلی رفت اومد میشه دیگه از رون پول. آره. خودت چه خبر؟ هفته چطوری بوده؟ هفته ناخونت بلند شده، دست مبلات اومد. آره چیزای مبل اومد، یه هفته چه میز اومد همون خواستن اینم آقا فرد کتگوری معرفی کنن که در مورد شما دیدیم مکانو میتونم بگم بفهم. رفتیم منزل والدین آقای ما رو دیدیم و از در که باز شد فقط من که میگم. آره فرزاد گفته بود دقیقا این تور بهش دادم از اتفاقاتی دلم نمیخواست برم، توجه داشتی مستصل بودی خونه رو. چی؟ چی خونه رو به ما نشون میدی؟ بریم الان خونه خالی. نه خونه خالی نیست، برگشتن. آره ما دقیقه 90 راست میگی. و من یه حالا آیتمایی که فرزاد میگفت، من چون این مدت دستم تو کار بوده و
ساخت و ساز و اینا. خدا رو شکر فکرتون جای دیگه دست. بله واقعا چیز شده بودم، خیلی تعجب کردم و به عجبا بودم. خیلی خیلی دقیق و تمیز پدر یه سری جا رو خیلی درخواست هم داده بودن، پیریز زده بودن که چیکار کنم؟ بیان تو اپیزود، منتظر پدر شما هستیم. شما آمادن؟ آماد میاد گرد آماد واقعا یه اپیزود سه نفره ایشون آماده یه ادام خیلی خنده میشه، خیلی خوب میشه. من از کنم بابای من و ایمان جدی میشنن، همه چیز رو جدی میخوان بهش نگاه کنن. بعد نه not necessarily. بذار هیچ، بذار بی قضاوت. آره قضاوت نکن، بذار مثل تخته سفید این عزیزان رو. نه من صرف خودم مطمئنم. حالا اتفاقا حالا ببین مخلی شده اینجا جوکارو گفت شروع میکنه تمام تنازی این مثلا چندین سال و یک جا توی اپیزود ارائه میدن. با تایم هایی که با بابای کارون بودیم و دیدیمشون خیلی با حال بوده. داره کی بود بگید ما بدونیم شما. یه بارش تولدت بوده که خودت نبود. نه تولدش که نه، تولد پدر نبود. نبود ولی چقدر خوش گذشت واقعا، یکی از بهترین روزهای زندگی من بود تولد که تو خونه کارون بودم. شاید من اونجا تروماتایز شده بودم. برای مهم نیست دیری مطرح میکنید. برای من میگم برای من خوب بود، تو رو میتونه برای تو بد باشه. نه خاطره رو یادآوری میکنه، شاید روزهای سخت زندگی ما بود. احتمالاً هم بود چون قیافه واقعا شبیه تپتوس ناراحت. تپتوس. تپتوس چیه؟ یه میگن تو شیراز میگن طرف شبیه تپتوس. خب مثلا موجوده گیاه. نه نمیدونم اسم رستوران. شاید خیلی بدی باشه. نه یعنی خیلی مثلا ناراحت و عبوس. عبوس بودی ولی به ما خیلی خوب. خودشون آلندلون میگفتن. اصلا میاد تو این اپیزود یه وکبولری واژگان تغییر میکنه. چی دیگه هست؟ اینو مابوق بذاریم. اینو صد. نه آقا چی رو بذار میلاد بذار. بابا قشنگ بود، یعنی خیلی فاخر بود دارم معروفه میگن. خیلی ناراحت باشیم بشن نیمروخ تمام روش خوب بوده. خوبه عجب. بریم تو اپیزود چون احساس کنم یه جوری میگن مثلا تو اپیزود برای یه حرف دیگه ای بزنی. یاد اینستاگرام افتادم بچه نشه. سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های برنامه. در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن. سلام جونم براتون میگه که این اپیزود 234 مونه. 324 324 آره. اپیزود گفتگو محورمونه. بچه‌ها از پری اپیزود نمیدونم اگه نشینی شروع کردن دیگه، هر چی از دهنشون در اومد تا الان گفتن. اون پری اپیزود که هیچ جا پخش نمیشه که زندان داشت. پری اپیزود زندان نداره، بیل گرفتیم اومدیم بیرون. آره الان میخوایم سعی کنیم ادامه بدیم با کاتگوری جدیدی که آقا فرهاد امروز برامون آوردن از سایت های فاخر. چیه اسم کاتگوری؟ کاتگوری به صورت طبیعی. آها طبیعی، یعنی منو سوچ نزنید اسم کاتگوری شما. درست. خب میخوام ببرمتون توی کاتگوری کامنت چی مارک میکنن چی از کجا شروع شد. علی اصغر. واسه اینکه اذیتش کنیم تو مثلا یه کامنت بخون و 5 دقیقه بعد یه کامنت دیگه بخون و همینجوری تمام کامنت هی کامنت ها رو وسط بخون. آره اون دیگه لیست بدبخ علی اصغر اذیتش نکنید. میخوام ببرمتون توی کاتگوری مایل های کلاب و در مورد هواپیما باهاتون صحبت بکنم. درست. خانواده ما دیروز کلن در اقصا نقاط جهان خیلی بد آوردن. ای بابا. آره توی پروازهایی که داشتن، چون چند عدد از خانواده ما داشتن جاهای مختلف پرواز میکردن و همه پروازشون کنسل شده. آره در حدی که پدر مادر من دیروز از سیاتل با تاکسی اومدن. ای بابا. آره به خاطر اینکه جناب آقای بایدن دیروز سیاتل بوده. دیروز سیاتل بودن و تمام پروازا رو کنسل کردن دیگه، نذاشتن هیچ پروازی توی سیاتل اتفاق بیفته. و خب اینو سیاتل هم ترافیک بوده دیروز. نمیدونم حالا ترافیکش رو در جریان نبودم، ولی جالبش اینه که اینا نمیدونستن که پری روز بوده. نه دیروز. شما سیاتل نبزش در دستتونه؟ بله من پدرم زمین دارن توی سیاتل. ملاکن اونجا جزء ملاکاری داریم. آره. خیلی
چیزه و بایدن بوده و نمیدونستن که قراره یعنی نگفتن به هیچ کس که کنسل پروازا. مثلا اینا نشستن 5 ساعت بعد میموندن و بعدش پرواز داشتن، اینا 5 ساعت موندن اومدن مثلا روشن گفتن اوپس کنسله، فرودگاه تعطیله، 5 ساعت مثلا چیز کردن، بعد چمدوناشون هم نمیدادن، میگفتن چمدونا رو الان نمیتونیم بهتون بدیم کلا اوف دیگه. آره دیگه، اینا مثلا از ساعت فکر کنم 3 اینا که نشسته بود، 2 اینا که نشسته بود پروازشون، 8 از سیاتل تازه 9 از سیاتل راه افتادن، 8 اینا راه افتادن و با تاکسی بعد چی بوده تاکسیشون؟ ماشینش چی بوده؟ سوال مرتبطیه؟ نمیدونم. از این یاریسا بود. احساس کنم یاریسا بود. تاکسی؟ نه نه یاریسا اون چیه؟ سینا. نه این چیز پریس. پریس آره پریس بوده. بعد حالا خانواده ما دنده شو اشاره کرده. آره من بازم چی بوده؟ دنده کوچیک داره. خانواده ما توی تاکسی گرفتن و اینا معمولا خیلی ما بدشانسیم، یعنی ما جنگ اولو انجام میدیم ولی باز به صلح آخر میکشه. اینه که میگن جنگ اول به هست صلح آخره. خب اولش مثلا با من اوبر رو چک کرده بودن و اینا، مثلا شده بوده $370 بخوام بیان، در رفته به تاکسی با پدرم گفتن که اوبر نشه $370، گفته نه بابا امکان نداره $370 خیلی کمتر میشه، من میخوام ببرمتون. ما که رسیدیم اینجا $550 $556 گرفتن جناب تاکسی درایور. و اینکه مثلا اینطوری بوده که تو برای ورود به کانادا باید یه اپی رو دانلود بکنی به نام عرفکن. عرفکن رو نداشتن آقا، با مثلا زدن کنار یه ساعت مثلا عرفکن تازه پر کردن. خوبه حالا پاسپورت داشتی میتونی رد شه. خب بهشون گفته بودن که قراره که بیا رد شی و اینا، دیگه پاسپورتش همراهش بوده. ولی آره خلاصه دیشب خانواده ما آره طرفای نصف شب فکر کنم 11 نیم یا 11 یا 12 نیم اینا رسیدن خسته و کوفته. بعد از یه مثلا پرواز طولانی از شیراز به دوحه، از دوحه به سیاتل، سیاتل به این وقت، یعنی به سیاتل چند ساعته؟ 14 خورده ساعت. نه بابا از قلب خاور داری میای تو قلب آمریکا دیگه. کارو سپردید به فراد که ریمبرس بشی. دنبال سوالم همین بود، یعنی نمیدونم بعد یه داون پیمنت خونه است تو این قضیه در چیزی که هست اینه که دیروز که داشتن سعی میکردن زنگ بزنن دیدی مثلا میگه که آره شما نفر فلانو می و انقدر طول میکشه. پدر من 10 ساعت گفته بودن که یعنی احتمال همه هجوم بردن به خودشون. آره چون همه جام حالا چیز بوده در فلایت ها کنسل بوده و اینا نمیتونستن بیان. ولی حتما ولی چیز میکنه دیگه، بایدن این هزینه رو عجیب بده دیگه. حالا نمیدونم که تکس پیر های آمریکا دوست دارن که این هزینه رو پرداخت بکنن یا نه، ولی به هر حال آره دیروز خانواده برگشتن و خیلی هم شوکه بودن کلن. آره با حالگیریه دیگه، تو برگشت میخوای فقط زود برسی. اصلا کلن از ایران هم شوکه، اصلا احساس کردم خیلی خسته شده بودن تو ایران کلن. آره ولی آره از اونورم یه سری از خانواده داشتن میومدن ونکوور، اونا هم تو آمستردام پروازشون از ایران 2 ساعت دیرتر بلند شده. واه از این ور پرواز رو میس کردن، یه روز موندن و بهشون گفتن هتل هم بهتون نمیدیم چون خودتون دیر اومدید. فرهاد جون ای بابا چون کار من آره تو شرونم قلیانه الان. فرهاد جون برای خانواده دستو که لطف کنی شما یه پکیج دیل بگیری از بعد ببینم این پروازی که آمستردام میس. ولی من به خانواده گفتم آخه پاسپورتم نداشتن نمیتونستن برم بیرون تو آمستردام، که اگه میتونستن خیلی خوش میگذشت. شاید پرواز رو نمیدن کلا با یه پرواز دیگه می اومدن دلشون به ما از دیگه شد. ببینم این پروازی که از دست دادن جیرنی بله این پروازی که از دست دادن چی شد؟ دوباره باید بلیط بخرن؟ می گفتن که فردا بهتون میگیم، فعلا برید فردا بیاد ببینیم که این همه کل پروازهای اون روز کنسل شده. نه آمستردامیو میگن. آمستردامیو هنوز زیاد چیز نیستن، بهشون گفتن فردا دوباره پرواز بعد چون من خیلی پرواز میس کردم میترسم و ترسم از اینه که باید دوباره پول بدم، یعنی نه اینکه وقت تایم من که مهم نیست، نه واقعا مهم نیست پول. آره شما تا حالا میس کردین بخواین پول بدین اضافه تر بلیت بخرید؟ من آره من میس نکردم، رام ندادن سوار شم. اون خوبه، از دبی میخواستم بیام. اوور بوکت بودم؟ نه قضیه پرواز من از چیز میرفت میرفت امستردام از دبی بعد میرفت
سیاتل، از سیاتل می اومد. بخاطر اون موقع هنوز آمریکا باز نکرده بود که کسی دیگه ترانزیت بکنه تو چیز. به خاطر همین رام ندادن و مجبور شدم برای اینکه بیام یه پرواز دیگه بگیرم. آره اونو یادم، که چون مثلا بهم گفتن که خب ما پرواز دیگه‌مون هم همش از توی آمریکا رد میشه، چون با دلتا گرفته بودم. پلوشا عجیب دادی. مجبور شدم. ولی یه دونه، ولی یه پرواز الان دارم. یعنی اونو کریدیتشو گرفتم. آن گرفتی؟ آره کریدیتشو گرفتم. یه دوباره با هم بریم. نه یه با دلتا با بپرید. حالا نه جالبه. به هم کریدیت KLM دادن. نه خیلی عجیب بود اتفاقی که KLM دلتا رو خریده. نه نه کوچر بوده احتمالاً، پرواز مال چیز بوده. قشنگ بوده. آره. پس بهش میگن کد شیرینگ. این ما هم همونه. دو هفته پیش اتفاقاً بحث سیاتل بود با ایمان. من گفتم من خیلی دوست دارم. گفتم دوست دارم هم سیاتل اینا باحاله. بعد ایمان گفت اصلا من خوشم نمیاد، نمیدونم. تجربه بد داشته ایمان. و الان میفهمم که بدترم شده تازه. نه آخه من خیلی چیزه، تجربه سیاتل منه که میدونی. میگم من... اصلا این مرز به شما وفا نکرده. ما من دو سه بار رفتم سیاتل. اوکی یوگا میکنم. باید بیا سراغمون. میام بالا سرت. ما یه بار که داشتیم میرفتیم سیاتل با سپر داشتیم میرفتیم، سنگ از یه دونه کامیون رد شد خورد تو شیشه، شیشه ماشین شکست. مزده. دفعه دوم که داشتم میرفتم ماشین خودم رو گرفته بودم، سنگ خورد تو شیشه و تو راه برگشت پنچر شدم. آقای همساده است. یه دفعه دیگه که رفته بودیم یکی از دوستام در چیزو صندوق رو باز کرد، ولی خوش میره بالا اینطوری در صندوق خودش مثلا اتوماتیک میره بالا، این حواسش نبود که سقف کوتاه باید بزنه، این تق خورد مثلا اون بالا. خلاصه من کلا با سیار همین همون که عوضش کردن. بعد با هم بریم. آره خلاصه من خیلی خاطرات بدی نسبت به سیاتل داشتم. شما یه خار توی ماشین نمیتونستی ببری ماشینشون؟ نه خار. ما چون ما خار داشتیم خودمون. بله شما که خار از زمین کند نذاشت. خار زیبا. خلاصه آره اینجوریه، من با سیاتل اصلا خاطرات خوبه. آخه چیزی هم نداره دیگه. یه ونکوور گتوه. اگه چیزی نداشت آقای بایدن میرفت چهار باید بره احتمالاً نهار میدادن. حالا بایدن چیزی نیست، چرا همه پرواز رو کنسل کردن؟ بابا بایدن چیزی نیست بابا، مثلا رئیس جمهور بیریایه، نگرانش نباید باشه. یه جالبت باشه، چندی چند وقت پیش فکر کنم کاخ سفید رو مجبور شدن تخلیه کنن برای یکی دو ساعت. تهدید هوایی شده بود، فکر میکردن مثل اون 9/11 اینا ممکنه بشه. آره بعد ولی فهمیدن که یه مانور چیز بوده، چتر بازا اینا بوده، اینا مجوز کافی نگرفته بودن، این هواپیمای مثلا وارد حریم اینا شده، کل چیزو تخلیه کرده بودن، همش اشتباه بود. تو وایت هاوس ممکنه این به اینم ربط داشته باشه. آه. مثلا یه ذره اینا روی های الرتن برای همین همه پروازا رو مثلا کنسل کردن. آخه خیلی عجیبه، یعنی اصلا هست وگرنه حالت عادی رئیس جمهور هر جا بره کنسل نمیشه پرواز. اصلا برای ترامپ هیچ کس هیچ جوری کنسل نمیکرد، تازه بیشتر بیزنسا باز میکردن. یه رونق میگرفت. یه داکیومنتری میدیدم در مورد هزینه سفر اینکه یه رئیس جمهور آمریکا بخواد از واشنگتن بره نیویورک واسه یه چیز هست، سازمان ملل هر سال هم باید بره صحبت کنه. یه عدد زیادی واسه مثلا یه روز که بره اونجا صحبت کنه برگرده واشنگتن. سیکرت سرویس، سیکرت سرویس میخوان، ایر فورس وان، دو تا باید بره، آشپز. خیلی عجیب غریب بود. این هیدن شبا موقعی که میخوام بخوابم خوب چیز نگم، راز بقا نگم. واقعا سریال راز بقا با صدای اوباما الان یکی اومده. Our Greatest National Park کجا هست؟ توی نتفلیکسه. ما که میخواستیم سابسکرایب کنیم. آره یه راجعی موضوع با صحبت. چرا قضیه شو من نمیدونم. حالا بذار تو حرفتو بزن. آره جالب بود، جالب بود. یه چیزی تنها چیزی فراد هیجان زده میکنه سابسکریپشنه و کنسلش. صدای این بچه واقعا، من بچه که البته رئیس جمهوره، واقعا صدای خودشه. آره خودش مثلا چیز توش هم هست، یعنی مثلا آره خیلی باحال، من خیلی دوست داشتم. یعنی صداشون از چی بود اسمشو بفرست برامون؟ جناب اوباما.
نه از برنامه آها greatest national park یعنی صداش با سر دیوید اتنبرا چیز میکنه با حاله بعد مثلا هیومر خودش هم داره دیگه مثلا موقعی که یه اتفاق عجیب میفته مثلا دوتا مثلا حشره نر سر یه ماده با هم دیگه دعوا میکنن بعد مثلا یکیشون شکست میخوره یا پوزخم میزنه میگه داداش better luck next هیومر فقط هیومر جرمی کلارکسون نه من میخواستم چیز رو بگم اگه راز بقا با کامنتری میخوای سنوپ داگ نه آخه ببین نمیخوام نمیخوام خنده دار باشه یعنی میخوام که آره میخوام آرامش بخش باشه بخوابم اصلا چیزای عجیبی هم میبینی اصلا یه واقعا یه گیاه ها مثلا چون مثلا گیاه ها اینا رو معرفی میکنه یه گیاه توش معرفی میکنه این گیاه 10 سال طول میکشه که بشه 10 فیت دو شب گل میده کامل از بین میره خیلی زود بیا اصلا نمیفهمم مثلا خیلی عجیبه بعد کلن کلپس کامل از بین میره بعد گلی که میده زیباست نه نقشه این گل تو طبیعت کاری که میکنه خیلی بزرگه دیگه فکر کنم مثلا دیگه 10 فیت خب چیزه بعد آره اون یه اینچه اون 10 فیت نیست اینو بگیم قشنگ نه اون دقیق نه قشنگ گفت 3 متر خورده اینجا بود که من خودم 3 متر خورده ای آره ببین این فکر کنم مثلا فکر کنم یه دونه تنه درخته خب مثل تنه درخت همون رنگی دورش یه این برگای خیلی بزرگ دیدی مثلا گیاه هستن که خیلی برگای بزرگ دارن فکر کنم دور این پیچیدن خب این باز میشه برگه توش قرمزه بعد بوی گوشت مونده میده یعنی بوی لاشه گوشت میده برای اینکه بتونه حشره و اینا رو اترکت بکنه این حشره ها میان اینها رو میخوره بعد داغ میکنه و میمیره برای دو روز برای دو روز من می سوالم چیه؟ منم خیلی سوال دارم ولی سرش نمیتونم بپرسم. اونی که 10 سال نشسته اینو ترک کرده ببینه چی میشه و اون دو روزه رو هم دیده. 10 سال دوربین فیلمش هست دیگه فیلمشو نشون میده. خب هم یعنی دوربینو میذارن 10 سال دیگه. و دو روز. حالا جالبیش اینه که حالا جالبیش اینه که میتونه چیزهای مختلف هم باشه و من اینو توی حالت خواب بیداری دیدم. یعنی میتونه کامل قشنگ بود میتونه کلن مثلا 10 ماه بوده نه میتونه تو 2 روز روش کنه 10 سال گل کلن پاسبیلیتیش خیلی بیشتر شد ایمان گفت تو میتونید هر جور دوست داشتید برداشت کنید نمیدونیم خیلی یه گل قشنگی حالا اگه تونستم رسوشی بینه کنم برای میلاد میذارم آره من خلاصه خواستم بدونید که شبا با صدای باراک میرم لاتخت باراک حسین باراک حسین واقعا حسین داره شعار میدادن دیگه شعارا تو ایران یادتون میگفتن باراک حسین اوباما یا با اونا یا با ما برای میخواست بیاد با ما یعنی میخواستن که اترکتش کنن که بیاد با ما نه نه این مال 88 چیزی که در مورد فیفا و قرعه کشیناش صحبت کردیم دیگه چند هفته پیش نه گفتیم که ایران به آمریکا و انگلیس رو صحبت کردیم آره. آره. شما موقع حافظتون نگاه استیل گنگ رو عجیبه خیلی عجیبه این هفته بگم اجازه مورد این هفته بگم وای وای یه لحظه ببخشید اینو گفتی اون ویدیو که من فرستادم گزارشگر فوتبال بازی آلمینیوم دادم کجا خیلی گنگ گفتش که بیاین ببینم برای چی اولش قطع من نمیدونم چیه میگه برای یه چیزی 20 ثانیه سکوت کنیم فکر کنم لحظه افطار نه لحظه اذان بود نه آقا اذان بازی انجام نمیشه تو لحظه اذان چرا بابا چی کاری میکنن یا بین دو نیمه باشه نه بابا نه من دیدم سکوت کردم سکوت برای سکوت دیگه نداریم اصلا دیگه سکوت نداریم بقیش همش شادیه این گفت 20 ثانیه سکوت کنیم گزارشگر بازی تو همون 20 ثانیه این آلومینیوم فکر کنم داشت حمله میکرد این حمله خیلی خطرناک شد تک به تک شد یارو اونجوری که فور بعد خودش رو گرفت اینا گل زدن خوشحالی کردن بعد لقمه تو دهنش بود بعد اومد تو خب چرا این اصلا گل به خودی زد یارو به خودش گزارش کرد
فرق حواسش نبوده دیگه فرصت خیلی بگو این هفته چقدر اتفاق تصادفی باید همزمان بیفته فر یه همسایه داریم توی ساختمونمون که ازشون صحبت کردیم همیشه خانم ارجمند خانم افسر نه همسایشون من باشون رابطه خیلی جدی بیشتر بعد حالا ما هم خب باهاشون آشنا شدیم چند وقته و خیلی واقعا میخوای من دیدم اول بگم بعد تو بگی این چو بذار لید آف کنه قشنگ آره آره شاید هم خیلی ها ندونن آره آره ایشون یه خانم حسینی هستن که توی طبقه من زندگی دقیقه من توی طبقه که بودم ایشون هم تو اون طبقه بودن و مثلا اگه مشکلی پیش میومد چه میدونم تلویزیونشون خراب میشه و کولری مثلا مشکل داشت و اینا معمولا به من زنگ میزدن چند بار از این زنگ مثلا من خونه نبودم من به فرزاد زنگ زدم گفتم فرزاد تو میری یه نگاه بکنی ببینی میتونی حل بکنی فلان و اینا خلاصه رابطه خیلی خوبی با هم دیگه داشتیم اگه که مثلا کمکی میخواستن میومدن از من میگرفتن اینا بعد خب من مدتی رفته بودم در واقع خانواده اومده بودن دیگه اونجا نبودم دیگه مثلا با ایشون قطع رابطه کرده بودیم و اینا چند روز پیش رفتم اینو خودتون کار کنم آره چند روز پیش دیدمشون توی چیز توی پارکینگ بعد گفتن که آره چه خبر مثلا از خبری نبود و گفتم آره دوره برگشتم و هستم و اگه کاری داشتین در خدمتتونم اینا بعد گفتش که آره من دارم میرم از اینجا گفتم که ای بابا چی شد و اینا گفتن که آره من دخترم یه دونه خونه گرفته توی مرکز شهر دو طبقه است منم دارم میرم پیش اونا راحت‌ترم که به اونا نزدیک‌تر باشم اونا گفتم باشه به هر حال اگه مثلا کمکی هست و اینا بفهم بعد تو اون لحظه که داشتم این صحبت رو با ایشون میکردم تو ذهنم اینطوری بود که خب این خونه شما چی میشه چون خونه که داره حالا میسپارم به فرضا که توضیح بده خیلی خونه عجیب غریب و خونه باحالیه یعنی کاستوم درستش کردن از روز اول که خریدن دو تا واحد زدن سر هم خونه بزرگ دلواز خفن و اینا بعد با چی صحبت کردم با فرزاد صحبت کردم داشتم با دیگه تلفنی صحبت میکردم گفتش که آره خانم ارجمند من گفته که مثلا دارم میرم پیش خانم ارجمند یه کمکی از من خواسته مثلا زنگ زد و اینا گفتم که من روم نشود ولی تو بپرس که با این خونه میخوان چی کار بکنن بعد فرزاد به من زنگ زد و گفتش که ایمان I have some news for you که میسپارم به خودش توضیح بده آره من رفتم خونه خانم ارجمند و یه کمکی نیاز داشتم با تلویزیونشون و اینا بعد همین حرف این شد که دارن میرن و اینا بعد من دیگه اونجا پر روی گرفتم خونه چیزه اینو گفتن آره دیگه میخوایم بفروشیمش دیگه نیاز نیست اینجا بعد من گفتم چه جالب اونا من میتونم ببینم خونه رو بعد خیلی جالب نقشه این خونه همینطور که ایمان گفت از اول که اینجا اصلا ساخته نشده بوده اینا به سازنده گفته بودن که یه دو خوابه و یه خوابه رو با هم میکس کنن و نقشه آپارتمانش عین آپارتمان‌های ایرانه که مثلا همه چی جداه حال و پذیرایی یه جای اتاقا جداست کاری به هم نداره خیلی باحاله خیلی کم میشه که این نقشه ها رو اینجا ببینیم بعد خونه سه خواب داره سه تا حموم و دستشویی هم داره آپارتمان پنت هاوس هم نیست یه خیلی چیز جالبیه اوکازیونه چیز یونیک آره بعد حالا داشتن همه خونه اینا صحبت میکردیم یه کمی بعد خانم ارجمند گفتن که من دارم گفتم میرم با دخترم اینا زندگی کنم و با هم باشیم چون یه کمی حالا سنم فلان شده بعد من یه چون واقعا بزنیم به تخته بهشون نمیاد سنشون 86 سالشونه و اصلا بهشون نمیاد آره ماشین دارن و اینا بعد من چون قیافهی بهشون نمیاد اینطوری گفتم که دخترتون بچه هم دارن مثلا الان میرین اینا آقا فرزاد من دخترم نوه داره و من دو سه تا نتیجه دارم بعد من گفتم ببخشید من یادم رفت سن و اینا رو گفت آره من دخترم 61 سالش خودش نوه داره فلان و اینا گفتم واقعا ماشاءالله من اونجا چیز کردم و خیلی خانم بسیار سرها انشالله که آره خیلی خانم بالی من یادم توی دوران کووید و اینا که بود یه روز اومدن در خونه من زدن آها یه تلویزیونشون خراب شده بود بعد به من زنگ گفتم میتونی کمک بکنی بعد مثلا اوج کرونا بود دیگه بعد من برای اینکه خب برای ایشون بیشتر میترسیدم ماسک زدم دستکش مثلا از این نقابا و اینا مثل حزمت سوت مثلا رفتم تو خونه من خدا خیلی خوشش اومد که من این حواسم دادم رعایت میکنم و اینا
بعد به من زنگ زد گفتش که من یه کمکی میخوام. گفتم که باشه. گفتش که بعد بیای تو پارکینگ. گفتم باشه. رفتم تو پارکینگ دیدم که رفتن خودش دیدن از این دوچرخه ثابت ها گرفتن، گفتن که چون نمیتونم برم بیرون میخوام ورزش کنم تو خونه. من گفتم بابا دم شما گرم خداوکیلی، من که اصلا به فکر ورزش نبودم. خلاص این دوچرخه رو براش بردیم بالا و آره خیلی والوت، خیلی خانم آره محترم و یه حس دیگه هم که به من میده. حالا این دوباری که رفتم خونشون، خب ما مثلا خیلی چندین سالی که مامان بزرگی هم ندیدم، حالا اون یه مامان بزرگی هم که فوت کردم، ولی وقتی که میری اونجا یه حس مادر بزرگی باحالی بهت میده. اون چند وقت چند ساعت دقیقه‌ای که اونجایی خیلی باحاله. آره خلاصه یه مورد اوکازیون داریم اگه کسی خاص بگه بری خونه رو بهش نشون بدیم. حالا من جالبش اینه که من مامانم اینا مثلا دنبال خونه بزرگتر میگردن از موقعی که خب حالا خواهرم بچه دار شده و اینا، فکر میکنن که آره حالا برم باشون صحبت کنم ببینم که، ولی خب میدونی که قیمت ها خیلی رفته بالا آقا فرخ. اینا تهاتر میکنن دیگه. چیکار میکنن؟ تهاتر. درسته تهاتر داریم. این چی؟ مبادله کالا با اون اسباب کشی هم افیشنت خواهد بود. اون اسباب کشی خیلی افیشنت خواهد. اونی که از این شک نه. بعد ما میتونیم منزل پدر اینا رو بگیریم. شما صحبت بکنیم. برای شما بگیری؟ یا من بگیرم؟ حالا یکی از تیم بگیره دیگه. چرا؟ پدر نه. آها میخوای اون پیریزه رو استفاده کنی. یعنی اون بیلدینگ الان کلی عدد و ارزش افزوده. آره آره. آره خلاصه خواستین تور خونه هم میتونم براتون بذارم. خیلی بیلدینگ جالبی داریم واقعا. آره مال خودمون داریم میکنیم یواش یواش. چی میگن یونیت ات ا تایم. ما داریم خونه این آپارتمان رو برای خودمون میکنیم. پریشب داشتم برمیگشتم می‌خواستی دست بگیری چیز می‌خواستی. این نور سفید چشم منو از کار میندازه. آره خیلی عینک بزنی اینکه چراغ خاموش کنیم عینک بزن. خب فرشب داشتم برمیگشتم خونه از سر کار، تو این لاین پرسرعت بودم، لاینی که حالا ماشین دو نفر به بالا، دو نفر سرنشی به بالا یا ماشین برقی میتونن برونن. بعد داشتم ساعت خوبی میرفتم به سلامتی، مثلا فکر کنم ساعت 10:20 میرفتم، بعد یهو دیدم پشت سرم داره نور عجیب نور بالا میخوره. اصولا هم میدونم کی پشت سرمه، یعنی یه سنسی دارم که چه ماشینی پشت سرمه. آها نوع ماشین پشت شخص رو نمیدونی. برگشتم میدونم خب این ماشینه اصلا نبود تو مسیر پشت سر من، چرا الان داره شکفایوار اینطوری نور بالا میزنه. بعد حالا میگفتی رود ریج و اینا، مثلا من یک سال و نیم قویان رو قضیه رود ریج و اینا خیلی دارم کار میکنم، اینا که اصلا نداشته باشم دیدم چه اتفاقات بعدی میفته. نه جدی مثلا پیاده میشن چاقو میزنن تو همین. آره نه میدونم من دارم. من رود ریجو دارم. آره بعد اینا بعد گفتم خب حتما این بنده خدا یه مشکلی هست، من در جریان نیستم، بذار بزنم کنار. بعد اصلا به من فرصت نداد که من بزنم کنار. همه اینا فیلماش هم هست، حالا اگه شد یه جوری میرسونم به دست میلاد بذار، فیلمش خیلی باحاله. اصلا به من فرصت نداد که من لاینم عوض کنم بشه اجازه بدم بره. داد سمت راست من، مدلش مدل ماشین من بود ولی قوی تر، دو موتوره. بعد اینجا خب من یکم اومدم شیطون کنم، من گاز دادم ولی خب اون قوی تر بود، اون اصلا منو گذاشت تو جیبش و بعد پیچید جلوی من. مثلا اون فکر کنم با 160-170 تا پیچید جلوی من، یکم چیز شد. سفت و سر ماشین چنده؟ کند شد ماشین من؟ آره کنم 4.6 یا 5 زیاد. خود تسل خود مثلا فستس تسلا چند؟ 2. اوکی 1.9 یا 2. نه میدونم نمیدونم، میخوام اینا با موتور میتونم بگیرم یارو یا نه. هم خب آره بعد این رفت، بعد آره. هی میرفت شو بهش نشون میده. خب میتونی بگیریش؟ آره میدونم. آره بعد وسط راه رود ریج تو ذهنش ساخت. آره اون دست تو فنر آره تو ذهنش داره به یارو فوش میده. تو ذهنم یارو رد کرد. نه تو ردش میکنه داره میاد. خب یه نمادی هم نشونش داره. بعد این هی ترمز میزد جلوی من، یعنی دیدید میان اذیت آره. واقعا اینجا من این اتفاقا میفته. آره آقا اصلا خیلی زیاد اتفاق میفته بیشتر. آره یه تایپ ماشینان آره. که این کارو میکنن، من نمیگم چه ماشینایی این کارو میکنن. کاریزم دارید شما؟ کاریزم بله قضاوت میکنی بر اساس نوع ماشین. نوع ماشین آره این کار خیلی وقت نمیکنم، قبلا میکردم و دقیق بودم، یعنی قضاوتی که میکردم درست بود. آقای نداری
بعدش ایمان کاری نداریمش دقیقاً اینه اونست که کاری کار دارم به تو میگم الان نمیتونم اینجا خدا گفته بشه. آره این هی ترمز میزد و اینا، معلوم بود که اصلا اینا خصومت داشت دوست عزیز، زن از ناکجا آباد اومده تو فیلم اگه بذاریم میبینید. رفتیم جلوتر نمیدونم گفته امیر بود نه نه بابا رفتیم جلوتر میدیدم که داره واسه بقیه هم همین کارو میکنه، اینو گفتم تو شیاد تو یکی دهنتو سرویس میکنه یا یه بیا به یکی میزنی با این جور رانندگی، چون جوون بود دیدم که مثلا ریج با سن نداشت ریج. اومدیم جلوتر و اینا منم داشتم کم سن بود جا افتادن نه همسن آخرشون با کسایی میگردن که توی دهه چهارم زندگی یه نفر تو دهه چهارمش فقط سون تو بی هم داری. بعد آقا رفتیم جلوتر رو اینا سون تو بی یه حدی در چراغای هایوی مثلا نزدیک آیکیا که شدیم چقدر این خاطره طولانی شده من خسته شدم چرا تموم نمیشه واسه خیلی در چرا نمیگی ترسشو دارم پاره میشم شده همه ترمز داره هیچی هم برخوش این برون برکی همون نمیتونه برده خدا مگه حال من رو نمیفهمی سرزت سختشه ما به من ایمان راه نمیکنی به برادر جمع کنم چرا آقا روشن شد چی شد برنده مسابقه شد خب بیدار شد شیطونا آقا پلیس مخفی ایشون رو گرفت و بعد اعمال قانونش کرد، یعنی با اون سرعت سریع اوردش کنار جاده و اینا. منم حالا مثلا زرنگ داستان شیشه رو دادم پایین پلیس اصلا نفهمیدم چجوری اون خط سریع پیاده شد که این خطکش وایساده به جلو ماشین یارو، یعنی با همون سرعت خیلی سریع پلیس خب تمام شد نه دازه به پولیسه به پولیسه یه دونه لایکی نشد گفتم بگیرش بگیرش جسی نه تو اتوبان نبودی چیزی سرعت همه کم کردی که بابا اتوبان رو تقریبا همه وایسادن دیگه، پلیس اینو از اون لاین چپ اووردش راست همه وایسادن قهقراه بعد گفتم بگیرش دیزرو میکنه و اینا این خیلی بیادبابی شد فارسی گفتم انگلیسی گفتم اینا پلیس ای نگاه من کردیم مثلا بچه ها برو من خودم به این گفتی آ بگیرش آره آمیلی که خلاصه ایشون اینستنت کارما رو ما داشتیم، یعنی فایلش هم که سیو کردم رو کامپیوترم به نام اینستنت کارما، یعنی تمام یونیورس انرژیشو فرستاد که آره یا آقا رو بگیرن و اعمال کنن اعمال قانونش کنن اعمال کنن نه آقا وای. ما این هفته تموم شد این هفته برای یک اپیزودهای کومان یه سگمنتی که داریم غذاهای مختلف جای ایران امتحان میکنیم. این هفته خانواده فرد و فرزاد لطف کردن ما رو با غذاهای اصفهانی آشنا کردن و اصلا من فهمیدم که چه دنیای دیگه است. اصلا خورشماس خوردیم، قیمرزه خوردیم، بریون خوردیم، او بریون خونه هم میشه درست کرد، دوغوشفیل خوردیم، خیلی کار داره، آره سخته، دوغوشفیل خوردیم و ماشا قمری این همه غذا رو آره زحمت کشیدن پلی کردن درست کردن ولی ببین ولی واقعا خورشماس یه دنیای دیگه، یعنی من اصلا زندگی من عوض کرد، من میتونم صبح زور شب خورشماس بخورم برای سلامتی خیلی هم خوب شده خورشماس بده واسه شکرش، ولی هم گوش داره هم چیز دیگه لبنیات و آره زعفرون زیاد باعث شادی خوشمزه. ناراحت شدم چرا که نبودی اون که آره، ولی برای شما این قضا بود آره. ویدیوشو ببینی بیشتر ناراحت میشی. فرهاد برامو اولویه آورد کاملا متفاوت بود با اون اولویه، من مطمئنم اولویه دوزی بود، اولویه من نیبرده بودم بخورید، اولویه رو داشتم شیر کردم با اتون، یعنی به این چیز نبود که پاسد نه اولویه آوردی نه نه نیبرده بودم آوردید خونه ای من پس چون فقط با همراه آره همراه همراه خود اولویه اتون رو بیارید همراه خودش نون باگت و اولویه میبره همه جا الان کیفشو با کنی اولویه خیار گوجه آزوقش همراه شه چون ممکنه هر لحظه
یهو گرسنش بشه آبزقش همش. ولی واقعا چیزه، من بعد تازه فهمیدم که ببین تو سن 30 یه سری مزه هست که ما تا به حال اصلا نچشید، یعنی من تا به حال مزه خورش ماسو اصلا نچشیده بودم. و دور و بر ایران مطمئنم یه سری غذا هست که اصلا تا حال اسمش هم ما نشیریم. آره خیلی بمبه، دوست دارم یه بار شما تو این خط افتادی دیگه، قراره که تک تک شهر رو در بزنی. ببین یه حالا چیزش هست، حالا شما تو بتونی از روی کتاب آشپزی درست بکنی، ولی مطمئنم یه سری از غذاها هست که توی کتاب آشپزی هم نیست. مثلا اگرم باشه اون فوت کوزه‌گری شما مثلا واقعا کسایی که توی اون شهر زندگی کردن میدونن، مثلا هر کسی نمیتونه درست بکنه. مثلا مثل شکر پلو با قیمه است. من مامانم صحبت میکردم خیلی متفاوته از اون چیزی که توی مثلا کتاب آشپزی هست، چون که اونها یه جور دیگه یاد گرفتن، مثلا باهاش بزرگ شدن، چی میگن پرفکتش کردن توی حالا اون مدتی که در واقع داشتن درست میکردن و اینا. ولی خیلی باحاله، یعنی دوست دارم که این شوهای آشپزی هست که مثلا در واقع غذایی هست که میرن جاهای مختلف دنیا غذاهاشون رو تست میکنن و اینا، تازه میفهم واقعا چه کیفی میده بعضی هاشون. یعنی تو میری توی مثلا یه فرهنگ نو از چه میدونم از جایی که غذای قوت قالبشون مثلا برگر و پیتزا و مثلا اینجور چیزا بوده، میری توی مثلا یه فرهنگ شرقی عجیب، یه سری حیوونا رو میخورن که تو تا حال اصلا ندیدی تو زندگیت. خیلی باحاله، تجربه خیلی جالبه. آره این که شما هیچ ایده ای نداشتین روی این مزه ها خیلی باحال بود. منم چون فرزادم اینجا بود داشت برامون توضیح میداد که این غذاها چی هن، چه جوری درست شدن. آروم باش، تو نبودی نمی لگد نزن. یه سریشو بلد بودم، یه سریشو نپرسیده بودم. آره ولی چی شده؟ نه هیچ، چون من خودم هم یه 10 روز پیش، یه هفته پیش چیز یه دونه سوپ کردی خوردم، مال مثلا اون قسمت مال اون قسمت بود، خیلی مزه جدید و درست میگم کردی بود. از کجا این اومده بود؟ یه جا مهمونی دعوت شده بوده اونا درست کرده بودن، خودشون کرد بودن. نه اتفاقا ولی خیلی دقیق درست کرده، خیلی باحال بود. خواستم اگه کردن که اگه غذا کردی 5 تا میتونم به ما بدن که ما بریم باشین صحبت کنیم. منتظرم خانواده شما بیان سرچه سریع تر غذاهای 5 تا باید باشین، 5 مدل جور میشه از الان صحبت کن. حالا میتونم نه نه یار 5 تا وای کوفته، وای تولدش نبود ولی یه کوفته بود. بوم خب شما شمال جنوب میتونید؟ نه نه دیگه فقط یه جگه آره. فقط فعلا شمال بشت. شما گوشکوب برقی دیدی تا حالا که از این یه حالت ساس میکر دیدی؟ آره آره همونه که خب تو ایران بهش میگن گوشکوب برقی، مثل این خب. منم میگم خب و همه میدونی چیه. خب من داشتم استفاده میکنم واسه آشپزی و گوجه میخواستم له کنم بریزم تو غذا، بعد همین که تموم شد گوجه خیلی باحال له شده بود، گفتم یه قلوب بخورم ببینم چیه. خیلی خوشمزه بود گوجه له شده. گوجه له شده مثل سموتی، مثل پوره ماره. سیزر میگن دیگه. بعد من از اون روز به بعد که اینو کشف کردم هر روز دوتا گوجه تو، یعنی من آقا شما مشکل پروستاتم داشتی علی چطری؟ نه قشنگ بود ولی کلا خیلی تایمینگ خوبرت ربط داد، جوکر رو میدادن به ما. ولی واقعا پیشنهاد کنید، من الان به منم دادی اون روز. آره یه روز فراد من خونم گفتم الان یه دونه مجنون برات بزنم. شما پیش رفتید ها؟ بله دیگه به هر حال برادران یه جنو دیگه. نه خیلی مزه باحالی داشت واقعا، پیشنهاد. خبرم خوابوند، ابسست شدم با آب گوجه خونگی. تو داشتی میگفتی از مثلا گوجه خوششون نمیاد و اینا. بله بله. من حساسیتم دارم حساسیت چیز دیگه است، من واقعا چیزی نیست که خوشت نیاد، خوشم نیاد. این خیلی دوست دارم بگردم دنبال یه چیزی که دوست نداشته باشم. بال کوسه نه ببین میدونی برای چی؟ اون به خاطر بوی بدی که داشت، یعنی اگه که مثلا بال کوسه رو میدادیم بی یکی درست با پیاز داغ و اینا تفتش میداد میخوردیم میرفت مشکلی نداشتم. ولی حتی مثلا باقالی رو هم من مزهشو دوست دارم با اینکه میکشتم. بله شما چیزی از دوست نداشته باشین کلا؟ نه
من غذای شیرین دوست ندارم. آره تو گفتی شیرین. یه بار یه چی خور هویج پلو بود چون خیلی شیرین بود اصلا نمیتونم. شکر پلو رو بعد برات درست نمیدونم نخوردم، ایده ای ندارم. اون پلو آلبالو خوردی بخوردی. اون دفعه خونه ما تو خوردی دوست داشتی؟ برای فوت پدر بزرگ، فوت پدر بزرگتون، فوت پدر بزرگتون ما خیلی غذا خوردیم. شب خیلی خوبی بود. من خندیدیم. حالا اینو داری میگی، من برای پدر بزرگ خودم که فوت کرده بودم، فکرم چندین بار گفتم، رفته بودیم شیراز. حالا اون دو سه روز اول که خیلی روزای سختی و اینا به کنار، ولی مثلا روزای بعدش چه می‌دونم هفتم و مثلا مراسم‌های مختلف دارن، شب دهم دارن، هفتم دارن و اینا. سومو مراسم مختلف دارن. چی گفتم؟ مراسم مختلف دارن گفتید، چون اپیزود آره. گفتید بگید مراسم مختلفه. بعد خب ما بعد درست مثلا توی چیز توی شیراز اینطوریه که یه سری بسته های مثلا کر پکیج درست میکنن توی ساندیس و کیک و مثلا میوه و ایناست که میدن مثلا طرف ببره با خودش. بح بح. ما تو پروسه درست کردن اینا واقعا خیلی چیز بود، خیلی مثلا فان. آره فان که همه میگفتن میخندین، همه نداشت مثلا به خوبی انجام میشد. میدونی چی میگم؟ اینطوری نبود که همش خیلی ناراحت کننده باشه. من این همین حسو من داشتم توی حالا مراسم پدر بزرگ شما. این باحال بود، این به نظر من جالبه. منم خودم همیشه تاکید میکنم، همیشه وقتی اینو میگم مامانم خیلی دوام میکنه. نه این رایجه، همیشه اینجوریه. اصلا یه شما... مکانیزم فکر آره میکنم. آره اینجوری راحت تر میتونی در اینطوری نبوده و... جاهایی که بودم. آره بعضی جاش یه سری جا البته یعنی بوده توی مراسم بودن صمیمی بعدش بودی، همیشه محیط صمیمی بعدش خنده و شادی جاریه. نه به اون شخصی هم که فوت کرده به نظرم ربط داره که مثلا خانواده یا مثلا میدونی. چیزی که من میدونم اینه که حالا نه تو جمع اصلی یه کوپینگ مکانیزم احتمالاً آره. میفهم چی میگی، ولی بعدش که مجلس حالا تمام میشه از اون حالت رسمیت میفته، اون صمیمیا که دور همان معمولاً به این مود میافتن. من یه چیز روانشناسی داره احتمالاً تو نمیتونی دائم توی اون مود حالا دارک دپرشن باشی، مثلا غم باشی، اتوماتیک سویچ میکنی و آدما هم باهات همراهی میکنن. ببین مثال نقض داره این. مثلا من دیدم کسایی که بچه جوونشون فوت شده اصلا آره اون دیگه... احتمالاً یه چیز دیگه است. اینی که من میگم برای مثلا کسی که سنش بالاست و دیگه اونجوری درد نداره مثل جوون. روحشون شاد. آره خلاصه جالب بود. از غذای شیرین تو دوست نداری؟ از شیرین تو چی؟ تو چیزی از دوست نداری؟ تو بهت میخوره بعد غذا باشی؟ نه نیستم. کوچیک‌تر که بودم چرا؟ مثلا کیش میشو اینا دوست نداشتم تو غذا بخورم. گوجه هم دوست نداشتم. گوجه دوست نداشتم. همه اینا اوکی شدن. کیش میشو منم دوست ندارم. پلو عدس کیش میش. ترجیح میدم عدس کیش میشش نباشه. ما کوچیک بودیم. پلو عدس کیش میش. پلو عدس. پلو عدس کیش میش با گردو. خیلی کامبینیشن. کوچیک بودیم رفته بودیم اصفهان روزه، بعد خب هر شب یه شامی میدادن دیگه روزه های ما. همه فامیلم هم که مثلا روزه برای حرفه‌ای نه رو خودشون روزه داشتن، یعنی ما باید اتند میکردیم که این امشب اینو خونه. یکی توضیح میده روزه چیه؟ من نمیدونم واقعا. میرن چیکار میکنن؟ یه آخون نمیدونن خودشون. نه چرا؟ اینی که هست، اینی که کارون گفت که اول آتش، ولی یه آخوندی میشینه مثلا یه طرح مصیبتی میکنه، یه به قول روحانی. فقط برای گریه. نه 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 مثلا دهه یه خانواده ای دهه ده روز اول محرم رو روزه میگیرن، هر شب توی خونه شون جلسه. حتما باید یه مناسبت نه نه نه. دینی داشته باشه مثلا هر روز روزه هست. آره شاید اصفهان هم یه قسمت های از شهر هر روز مثلا روزه هست. میتونی تو هر محله بعد مختلف هم هست دیگه. مثلا همه اون جلسات آخرش شام نمیدن، نه سینه زنی و اینا نداره مثلا. آه یعنی سینه زنی هم هست؟ آره دیگه اون ضربه دیده هست. آره دیگه بعضی میگم این چیزا، بعضی موقع یه سخنرانی میشه بعد شام چاییه. بعد کارون که میگفت خیلی جنبه فان قضیه زیاده تو این جلسات. اصلا فکر میکنم 95% افراد برای اون داستان میرن. فکر میکنم از 10 سال از روزه فان شده. بعد کوچیک که بودیم حالا بحث غذا بود، مثلا ما یکی از این روزه ها رفتیم، یهو من فهمیدم که غذا عدس پلوه، دوست نداشتم اون موقع. بعد سری پلو عدس حالا چیز کردم،
دوتا رو جور کردیم رفتیم سر کوچه همبرگر زدیم. همبرگر به خاطر اینکه پولش رو دادن؟ نه دیگه از این وایس بود گفتیم ما چون پلو عدس دوست داشتیم شما پول این همبرگر رو ما رو شرکت نکردید بچه گزینه اساس من نه واقعیتش پس واجب شد یه روزه با هم بریم. آره دوست حالا نمیدونم روزه رو نمیدونم ولی مثلا برای همین فوتو پدر بزرگم که رفته بودیم خب یه مسجدی بود مثلا رفته بودن ما هم نشسته بودیم دیگه منم خب هیچ ایده ای نداشتم که این مراسم چه جوریه و این آقا مثلا داشتن در مورد مثلا کمبود بارون و مثلا اینکه آدم ها به خاطر که گناه میکنن مثلا بارون نمیاد اینا داشتن سوال میگه من مثلا خیلی بحث علمی بوده خیلی علمی بعدم واقعا مثلا یه چیزی که پشمام ریخته بود که مثلا خب اصلا این چه ربطی داره به پدربزرگ من اول که چهاره مثلا پدربزرگ مثلا فرهنگی مثلا به جایی که شما حافظ سعدی چیزی مثلا میخونه مثلا به یاد پدربزرگ مثلا تو چیزی میگه برام عجیب بود بعد جویا که شدم گفتن نه این چیزشه این دیگه روالشه دیگه اینو باید تحمل کنی یعنی اینطوریه کاستومایز نمیکنه طرف نه دیگه یعنی من فهم کردم که بخیر بود خیلی جالب بود یه اصلا یه اتفاقی افتاد که احساس میکنم نگم بهتر بله دو تا کامنت برام میخونی ببینیم چند چندی یه سوال تکنیکی این کامنت هی میاد که الان فلان جا قابل پخش نیست من هر دفعه رو چک کردم من چک میکنم ولی مثلا این داستان انکر دیگه انکر ایرانو فیلتر کرده فکر میکنم ممکنه آره ولی نه مثلا میگفتن که روی اپل پادکست نیست و من رفتم چک کردم دیدم که هست اپیزود آخرم آره احتمال مشکل فیلترینگ وی پی ان خوب تو رو خدا مصرف کنید برای دیدن ویدیو Love you. تا الان حدود 25,000 تا سابسکرایبر از دست دادیم. VPN بزنیم خودمون. 25,000 تا سابسکرایبر را بدیم. میتونیم ولی احتمال ساشا نمیذاره. نه کاری نداره VPN زدن. نه ساشا نمیذاره. چرا نمیذاره؟ رسما نمیتونیم ما. اون هم VPN ایران فروش میره چجوری میذارن ملت؟ میذاره. دیگه یکی اینور میذاره میده دیگه. آخه بعد دوباره هم IP هست دیگه. آی پی شد کار روش متغیر میکنی حالا پلن نگیم خب ساشا بشنوه ولی میتونیم خودمون یه وی پی ان بزنیم بزنیم آقا اگر که دوست دارین وی پی ان خودکست وی پی خودکست وی پی ان و یه اپ خوبم باید چیز کنیم و براش بزنیم یعنی خیلی مهم که اپ من تیم دارم من تیم حرفه‌ای دارم که بزنم نه باید اپیلینگ باشه دیگه آقا اصلا اپ نمی اصلا میگیم اینستراکشن میدید برید تو سیتینگ من اون قسمت رو شوخی کردم بزنید که تیم دارم اپ لازم نداره نه تیم دارم ولی تیم حرفه‌ای نیست اوکی خلاصه اگه که میخواین برای اون کامنت کنید که وی پی ان خودکست رو بزنید با قیمت خیلی مناسب در اختیار بچه‌ها میذارید کامنت بخونیم بخون ببینم چی داری برام نگین تو یوتیوب فقط تو رو خدا تو سایت هایی که میرین کتگوریشو برام بفرست با بگیر اگه استفاده های دیگه تون بیشتر از خودکست باشه اتوماتیک قیمتش میره بالا تصاعدی میره بالا آره ما اینجا مانیتور میکنم فرهنگی آره فرهنگ وی پی ان آره بگو دیرین یکی بگو آها نگین سلام نگین توی یوتیوب اپیزود 121 گفته این جمله ما نمیتونیم با اطلاعات و برداشت الانمون تصمیمات گذشته رو قضاوت کنیم واقعا قشنگ بود مرسی ازتون این اپیزود یکی از بهترین بود خواهش میکنم حسین گفته که ایمان جان خوشحالیم باز خنده هاتو میبینیم ما هم همینطور بیماره فقط اینو بگم حالا اینکه الان آدم میخنده دلیل بر خوب نشدن درست شدن که به خوب نشدن بقیه نخند این که درست زشت زننده است ولی دلیل برای نمیشه که آدم مثلا خوب شده باشه آره یعنی پروسه است دیگه روش داریم کار میکنیم ایشون از دست نه ببخشید من به خودم میخندیدم یه زی بعدا یادم بنداز بگم در مورد اپیزود یکم چش کارون اینو اشاره کرد توی اپیزود خودش کامنت اومده ام ویکتوری اسمش هست این اپیزود خیلی رو من تاثیر داشت دمتون گرم که راحت تجربیات شخصیتون رو تعریف میکنید خیلی کمک میکنه به درک بهتر موضوع اصلی اپیزود و اینکه بفهمیم ما هم تنها نیستیم مثلا کلا کارونی فکر کنم این کامنت رو گفت
رسالت ما همینه. یسنا گفته حس میکنم کارون موضوع این اپیزودو به خاطر کمک به ایمان انتخاب کرده بود، هرچند کوچولو، شاید هم اشتباه فکر میکنم ولی این واقعا ارزشمنده. یه کامنت کارون نیست اپیزودش به خاطر من داره میره. نه اینو زیرش همین علی اصغر زیرش جوابی داده بود. نخوندم اونو. چی گفتم؟ گفتش که حس میکنی اول اپیزود خودش گفت. علی کامنت داده بود روی اپیزود بعدی 322 گستینگ. آره سلام به همه شما عزیزان و کارون جان و کارون جان تولد مبارک. من فکر کنم 2 سال بیشتر خودکست گوش میکنم و جدیدن میبینم بعد از اینکه کشورم منظورشم افغانستان توسط طالبان به ویرانه تبدیل شد، من از کشورم بیرون شدم و توی این مدت خیلی از لحظات تنهاییم رو با شما پر کردم. الانم دلیل همزادپنداری خودم رو با خودکست بیشتر میدونم، اینکه همون هممون نزدیک 30 هستیم. نمیخوام نفوذ بد بزنم اما تنها چیزی که تو 30 سالگی انتظار نداشتم این بود که از کشورم آواره بشم، اونم به این دلیل. از بودن تو جمعتون خیلی خوشحالم، کارتون عالیه و کلاً مرسی. من یه چیز بگم، حالا چقدر خوب اینو گفتم، ما اصلا اون حالت روانی که پیدا کرده بودیم توی تابستون وقتی این خبر خروج آمریکا بود، طالبان که کابل گرفت، من حالا به شخص خیلی اذیت بودم، چون حالا شاید خیلی حس خیلی از بقیه ایرانی هم همین باشه که چون از لحاظ فرهنگی خیلی نزدیکیم، حالا زبان که متوجه میشیم، فرهنگی خیلی نزدیکیم، خیلی دردناکه مثلا یه کشور بعد کشور همسایه‌مون بعد 20 سال یهو برگرده تو اون وضعیت. الان خب مدیا اینا خیلی دیگه کاور نمیکنه، اون اوایل میکرد، الان کلا همه چیز راجع به اوکراینه. من یادم اون موقع یه نفر بود از توی افغانستان، من چند بار باهاشون صحبت کردم، شرایطو میگفتم، ولی دیگه از ایشون هم خبری نیست. لطفاً حالا اگه کسی هستش که از توی افغانستان هستن و هنوز میتونن بشنون، حالا هر جا که تونستن توی تلگرام اگه بگن شاید راحت تر باشه. اون شخصی که میگی با کجا باشون در ارتباط بودی؟ تو تلگرام بود. چند بارم مسیج دادن، یعنی من باشون صحبت کردم بعد از اینکه طالبان اومده بود، یعنی گفتن که بهشون گفتن دیگه خونه نشین شده بودن موقتی، یعنی سر کار هنوز نمیتونستن برن، ولی از یه جا به بعد دیگه این ارتباط قطع شد. من نمیدونم کسی از افغانستان هنوز میتونه بشنوه یا نه، ولی اگه میتونید لطفاً یه خبری به ما بدید، ما ببینیم اوضاع چجوری. کسایی که خارج از افغانستان هم هستن و خبر دارن که قطعاً میتونن به ما بگن. آره. دیدی من بگم؟ بفهم. شاید طولانی بشه، برش میبنیمش. یه توییت اومد توی 2 روز گذشته که اپیزود اول ما رو برامون گذاشته بودن و اپیزود 322 رو. چی بود اپیزود اول؟ همون دام اکسیدنت که همون اول شروع کردیم، گفتیم که خیلی سوبر من نشسته بودم گفتم که سلام، اینجا خودکسته، من ایمان هستم. بعد مثلا گفتم که آره مثلا ما بعضی موقع در مورد موضوع مختلف بحث میکنیم به نتیجه نمیرسیم، ولی بحث میکنیم. بعد شما رو معرفی کردم و فرهاد اصلا سلام نمیکنه و بهش اشاره میکنم، صدا بشکم میاد و مثلا سلام میکنه. بعد خیلی خب گفته بودن که آره این چقدر پیشرفت کردین از اون موقع و فلان و اینا، من میخوام بگم که نه اینطور نبود، بچه ها اصرار به سوبر بودن داشتن، یعنی من همون موقع رو میخواستم با خیلی انرژی بالا شروع بکنم. اجازه بزن، خب حرفتو بزن. من میخواستم، من خیلی با انرژی اینو بچه اینطور اینه که خب نه چرا اینقدر مثلا سریع و چرا اینقدر صداتو میبری بالا و اینا. یادم که این منو پله پله آوردیم پایین تر تا به اون سوبری 100% رسید. نه بفهمید. از روز 1 من میگفتم آقا ما باید ادبیاتی رو داشته باشیم که تو جمع دوستانه. نه ایما یه چیز دیگه. نه من دارم تونالیته و مثلا چیزو میگم. من خواستم بودن خب ادبیاتم تو چه دیگه. نه من داشتم خیلی مثلا با انرژی و شور و هیجان و اینا بود، بعد شما اینو یواش یواش کشتینش در من و من دوباره اینو در خودم احیا کردم. آره ولی روز اول ایاتون باشه خیلی روز سختی استرا. بود، یعنی ما اصلا نمیتونیم چجوری شروع بکنیم اپیزودو، یعنی ما حتی در مورد مثلا
اینکه خودمون رو هم مثلا معرفی بکنیم مشکل داشتیم. سخت بود. بعد آخه اولا که سنمون کم بود، دوم ماها هیچ کدوم آدمای خیلی اینجوری نبودیم که تو جمع های زیاد بزرگی باشیم و صحبت کنیم از خودمون. خیلی سخت بود اوایل. خیلی سخت. ولی جزء سوبرترین شروع های تاریخ پادکست بود. خوبه به نظرم، خوب بود دیگه. همون موقعمون بود. حالا میگی ما تو رو سرکوبت کردیم اینا، من دقیقا یادم نمیاد که ایمان این بوده باشه. میتونه درسته، حالا یعنی تو به قولی اون طرف گیرنده این داستان بودی، ولی من بیشتر اینو بیشتر اینو یادمه که حرف کارونو بیشتر یادمه که چی؟ یه میگفت ول بدیم و اینا. ولی خب آره، من شخصا نه اونی که یادمه منم کافته به نبودم، یعنی همینجا دوربین اومدنم آره. خودش یه استپ یه قدمی بود. آره نه خب موقعی که اصلا چیز ضبط نمی کرد و اپیزود یک هم فکر کنم توی یو بی سی ضبط کردیم. آره اتاق آخری باشه تو اتاق باز اون بود. آره یادمه اونجا رو، سه تا اپیزود ضبط که خیلی هم طول کشید، خیلی هم خسته شدیم. اوه اپیزود 20 دقیقه و ما دو ساعت بعد آخه چیز میکردیم، پاز میدادیم یادتون باشه، سوتی میدادیم زبونمون میگه. آره ما سوتی و اینا رو همه رو پاز میدادیم، با هم هم اون روونیه رو نداشتیم، اصلا باهات حال نمیکردم من. آره. نه نه آخه اون موقع اصلا ما از کی تصمیم گرفتیم؟ فکر کنم فصل مثلا 4 و 5 اینا بود تصمیم گرفتیم دیگه پاز ندیم. اتفاقی شد از یه جایی به بعد، مثلا میره. تک و توک نه، اپیزودامو می اومد که ما کلش رو یه تک میتونستیم ضبط کنیم بدون سوتی. بعد یه ذره جلوتر رفت دیدیم حالا سوتی هم دادیم دیگه. آره ریاکشن به سوتی هم بعد. آره ما مثلا ما اپیزودهای فصل یک دومون یه توپق نداشت، همه روون بود، بعد جملات همه مثلا شسته رفته. آره شسته رفته فکر شده، یکی زیر شما میگفت دوباره از اول مثلا پاز میدادیم، بچه خندهشون میگرفت کامل ادیت پاز میشد چند ساعت تا خنده بره اپیزودا. وای یعنی اصلا نمیتونی تصور کنی ادیت کردنش مثلا میشد 50 تا فایل صوتی مختلف. مکبوکه زندگی میکردم من تو مکبوکی یه مدت برای مثلا ریلیس کردن این اپیزودا. آره خلاصه ولی جالب بود دیگه، وقتی که میشنویش خیلی سوبره. حالا یه دفعه شاید هفته دیگه براتون پخش کردم یه تیکه هایشو. آقا اینو همیشه گفتیم آقا اون اپیزودایی که هیچ وقت پخش نشد و اپیزودایی یعنی حرفای بدی نزدیم ها. نه داریم از اونا رو میتونیم ریلیز بکنیم، چون اونام خیلی را بود، یعنی خیلی اونام خواه بود. دو ساعت یهو پشت هم ایما میرفت دستشویی وسطش، بعد ما با هرما حرف میزدیم. من مطمئنم موقعی که من رفتم دستشویی شما ساکت بودین. نه مطمئن. من اصلا میدونم راجع به چی هم حرف میزدیم. نه اون موقع معاشرتی بودیم. آره الان مثلا یکی میره دیگه همتونی سن. آخه نه اون موقع چون پخش نمیشد میتونستیم از هر دری صحبت کنیم. الان چون پخش میشه وقتی تو نیستی من مثلا فرهاد که نمیتونه موضوعاتی که قبل اپیزود بیگره که مطرح کنه. شما میتونی موضوعاتی که قبل اپیزود ولی ویدیوش هست که کجا شروع کردیم میکروفونا تو گلدون و اونو نمیم کسی نهیده میتونی دوباره پستش بکنی. این اضافه شدن این میکسر هم به سیستم خیلی دخیل بود توی مثلا راحت کردن کار. چون یادم قبلا با اون دستگاه چیز بود که ضبط می‌کردیم، بعد اون فقط دو تا ورودی داشت، سخت بود. نه اونم 4 تا بود. اتفاقا اون حالا اون واقعیتش اینه که دستگاه بهتریه الان که دارم بهش فکر میکنم. برای پری امپایی که داره رو من باهاش چیزه. نه برای صدایی که ضبط میکنه صدای قشنگتری ضبط میکنه، صدای کلیرتری ضبط میکنه. ولی کلا داشتن مثلا یه همچین چیزی روی میز خیلی جدی میکنه کارو. می آدم مثلا فکر کنه که فکر میکنه از جای عجیبی افتاده. مثلا این مثلا چه میدونم خیلی امکانش هم استفاده اینو داره. بعض موقع میزنیم بقیه‌اش که خب اونو قبلیه رو میداد. میشه بقیه رو دیگه امتحان نکنی اون بالایا رو؟ نه دیگه شیشکی هم برو. شیشکی این بودم. آره نه حالا از اینم استفاده اونجوری نمیکنیم، ولی خب استفاده میکنیم. من جالب بود دیگه موقعی که دوست داری ببینی که مثلا پیشرفت میکنی، حتی اگر که شده به صورت خیلی آرتفیشال و به صورت ظاهری. نه ظاهری نیست، واقعیت دیگه، پیشرفت کردی. نه مثلا اینو گرفتیم برای خودمون. جالب بود. آره
حالا ببندیم اپیزودمون رو. آقا دم همه گم، مرسی که تا اینجا با ما بودید. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که می‌خواید با ما ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید توی تمام فضای مجازی به ما مسیج بزنید، تا جایی که بتونیم جوابتون رو میدیم یا توی اپیزودها مطرح می‌کنیم. ما میریم و هفته دیگه با دو تا اپیزود جدید برمیگردیم. خدافظ. 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 نگفتیم توی اینستاگرام میتونیم بگیم.